بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به میهمانان گرامی. خوش آمدید به ایران و امیدوارم با خاطره خوشی ایران رو ترک کنید. ما و برادران و خواهران مسیحی به هم بسیار نزدیک هستیم، نزدیکتر از اونچه که گمان میکنید. معتقدان به خدا و معاد جهان رو معنیدار، با تراوت و قابل تحمل میبینند. کفر جهان رو سیاه و بیمعنی میکنه. شرک جهان رو متشتت و پر از تناقض میکنه. اما توحید و خداپرستی جهان رو شاد، متحد و دوست داشتنی. امیدوارم روزی برسه که ما بدون سوء تفاهم صدای یکدیگر رو بشنویم و از پشت شیشه های مات با یکدیگر سخن نگوییم و مجبور به لبخانی و حدس و گمان زدن منظور یکدیگر نباشیم. شما میدونید که بعد از به ویژه بعد از حادثه 11 سپتامبر بیش از 2 سال است، نزدیک به 2 سال است که ماشین تبلیغات بزرگی علیه اسلام در سراسر جهان به راه افتاده و این تبلیغات گفتگو رو مشکل و مشکل تر کرده. کسانی هستند که با سوء ظن به اسلام گوش میکنن و با سوء نیت از اسلام سخن میگن. راجع به اسلام دروغهای بسیاری گفته میشه تا و کوشیدن گوشها رو به قدری از دروغ پر کنند که دیگه جایی برای واقعیت نمانه. موضوع این میزگرد بحث منجی و در انتظار منجی است، یا لااقل عنوانی که از من خواستند این عنوان بود. وقتی از منجی و نجات بشریت سخن میگیم، دقیقا راجع به نجات از کدام رنج و بیسر و سامانی سخن میگیم؟ مگر بشر هنوز گرفتار چیست که باید از اون نجات پیدا کنه؟ کم نیستند تئوریسین هایی که امروز معتقدند بشر احتیاجی به نجات نداره و همینی که هست، همین وضعیت موجود جهان وضعیت درستی است. اونها معتقدند که این فقر معنویت و اخلاق، این بیعدالتی و توزیع نادرست قدرت، ثروت و علم در جهان امری طبیعی و بلکه موجه. اونا میگن اگر قوی ضعیف رو نبلعد پس چه کند؟ و ما متاسفانه باید اعتراف کنیم که در تاریخ بشر هرگز این مقدار نابرابری که امروز بر جهان حاکم است سابقه نداشته و باید پرسید آیا بشریت واقعا پیشرفت کرده نسبت به قرون قبل؟ آیا امروز بشریت از بشریت قرنهای قبل متمدنتر، اخلاقیتر و پیشرفته تره؟ این سوال رو بدور از فضای ژورنالیستی و سیاسی پاسخ بگیم. آیا بشر امروز از بشر قرنهای قبل متمدنتر و پیشرفته تر است؟ آیا انسانتر شده ایم؟ آیا حقوق بشر امروز نسبت به قرنهای قبل بیشتر رعایت میشه یا کمتر؟ هیچ بشری به اندازه بشر مدرن در 2 قرن اخیر آدم کشی نکرده و خشونت نورزیده. بشر مدرن رکورد خشونت رو در تاریخ شکسته. رسانه‌های ارتباطات بیشتر شدند، اما ارتباط بین انسان‌ها مشکل‌تر شده. پس وقتی ما منتظر نجات هستیم، به اون معنی است که وضعیت کنونی جهان رو و این مناسبات حاکم بر بشر امروز رو قبول نداریم و به اون نمره منفی می‌دیم. اما اگر به این اوضاع معترضیم، دقیقاً به چه چیز معترضیم؟
به شکاک شدن فیلسوفان جهان، به فاسد بودن حاکمان جهان، به دروغگو بودن رسانه‌های جهان، به ترسو شدن واعظان جهان. ما از شکاک شدن فیلسوفان جهان، فاسد شدن حاکمان جهان و ترسو و محافظه‌کار شدن واعظان دینی در جهان شد. از اون منشأ مشکل و رنج بشری امروز همین هاست. به اینکه چرا اشرار و تبهکاران جای مسیح و محمد رو گرفتند و اونها الگو میشن برای بشریت. به اینکه چرا سازمان‌های جهانی و بین المللی که باید در خدمت صلح، حقوق بشر، خلع سلاح، مبارزه با فقر، بیسوادی و بیماری باشند و به همین نام تشکیل شدند، امروز در جهت عکس در دنیا عمل میکنند. و از همه مهمتر اعتراض به این که چرا امروز دیگه دعا نمی کنیم، چرا عشق نمی ریزیم، چرا خداوند را ندیده می گیریم، چرا قوانین خدا بایگانی شدن، چرا به یکدیگر کمک نمی کنیم، چرا گرسنگان جهان پیش چشم ما در حالی که استخوان پهلوشون از پوست بیرون زده جان میدند و ما تماشا میکنیم و فقط اظهار تأسف میکنیم؟ چرا از جهل یکدیگر علیه یکدیگر استفاده میکنیم؟ چرا به یکدیگر دروغ میگوییم؟ چرا ترازوهای ما دیگر درست کار نمیکنند؟ چرا به رنج یکدیگر میخندیم؟ چرا سیاستمداران جهان بیش از همه و همیشه دروغ میگن؟ من مطمئنم اگر دستگاه‌های دروغ سنج به سیاستمداران دنیا و غرب متصل کنن، این دستگاه‌ها یک روزه میسوزن. پس نجات جهان بدون اصلاح جهان ناممکن است و اصلاح جهان بدون اصلاح حکومت‌ها محال است. اصلاح حکومت‌ها بدون انقلاب سراسری و جهانی محال است. بدون یک انقلاب جهانی به نجات جهان نمی‌توان اندیشید. ما به یک انقلاب جهانی و بشری محتاجیم و منتظر این انقلاب هستیم. گرچه برای رستگاری فردی و برای نجات کوچک به انقلاب نیازی نیست و بدون انقلاب هم میشه به رستگاری رسید، اما برای نجات فقیران جهان، برای آگاهی بخشی به جاهلان جهان، برای آزادی بخشی به اسیران جهان، برای شکستن زنجیر غلامان، اونچه محمد و مسیح و موسی و ابراهیم و بودا برای اون آمدند، برای او چه میتوان کرد؟ برای اون راهی جز انقلاب سراسری نیست. عدالت و اخلاق رو با سلاح‌های اتمی و شیمیایی و میکروبی نمیشه مهار کرد. نه کوره‌های آدمسوزی آشویتس در آلمان، نه جزایر گولاک و اردوگاه‌های سیبری، نه زندان‌های گوانتانامو، نه دیوار برلین و نه دیوار چند صد کیلومتری اسرائیل نمیتونن و نخواهند توانست و نتوانستند بقای بی‌عدالتی رو تضمین کنند. اینک دوباره میپرسم، آیا باید نجات یافت؟ و آیا میتوان نجات یافت؟